به برنامه نان گلستر خوش اومدید. سلام به همگی، من مریم نمازیم. من فریبرز پویا هستم. رمضان ماه سیاهی. مریم احترام چرا نمیذاری به عقاید مذهبی و کارهای مذهبی مردم؟ لطفا به عقاید منم احترام بذارین. اوکی. که خوشم نمیاد از رمضان. و اینکه چجوری کسایی که روزه خاری میکنن اذیت و آزار میشن و زندانی میشن و غیره. صحبتی داریم با دلشاد مصطفی، رئیس پلتفرم دبران، در رابطه با سکولاریسم و اهمیت نقد مذهب در جامعه. فتوای احمقانمون از خاخام عالی اسرائیل و اینکه چطوری زنان سکولار یه مقدار مثل حیوانن. چیکار حرفای جالبی. و لحظه زیبای زندگیمون از آتنای دائمی عزیزمونه که به یه پیروزی رسیده و تونسته آزادی خواهرانش رو به دست بیاره و فقط الان منتظریم که خود ایشون هم آزاد بشن. با ما باشید. رمضان در کنار ماه محرم یکی از واقعا تاریک ترین ماه ساله، به خاطر اینکه اولا که افراد مجبورن روزه بگیرن و کسایی که نمیخوان روزه بگیرن در با فشارهای روحی، فیزیکی و حتی بازداشت و غیره مواجه میشن و واقعا یه تاریک این ماه برای خیلی ها. آره، و این که میبینید توی کشورهای مختلف بستگی به قدرت و نیروی جنت اسلامی، اگه در قدرت باشن با زندان و شکنجه و شلاق، و تو بعضی کشورها مثل سودان من شدم روزه نگرفتن و غذا خوردن به عنوان مخالفت با اسلام و مرتد شناخته میشه و آدم ها اعدام میشن تو سودان. مثل مناطق داعش هم دقیقا این کارو میکنه. آره، شما میدونی که یه اسپکتروم و یه رنگی کمانی از انواع اقسام تنبیه ها جنت اسلامی اونجایی که قدرت دارن و اونجایی که قدرت دارن سعی میکنن با بحث این که احترام بذارین چیز نکنین، کسایی که روزه دارن بهشون احترام بذارین و شما هم غذا نخورین، و در واقع یک در واقع شیوه و روش اینه که کسایی که حتی مسلمان نیستن رو به تسلیم دارن و اهمیت داره که در برابر این کار تمام کسایی که حق آزادی انسان رو برای زندگی معمولی به رسمیت میشناسن در واقع مقاومت کنن و به شکل علنی در مقابل این باشن. تو جامعه ایران روزخاری خیلی مهمه. تو جامعه ایران هست، تو کشورهای مختلف شروع شده و با یک بحث مهمی توی دنیا اینه که حق مردم برای غذا خوردن، حق مردم برای آسایش بدون شکنجه. دقیقاً معلومه آدما حق دارن روزه بگیرن اگر میخوان، ولی این یه مسئله شخصیه. اینکه آدما به خاطر اینکه روزه خاری بیان بازداشت بشن، اذیت و آزار بشن. حتی توی اروپا کسایی هستن که مثلا حالا دارن فارسی و عربی حرف میزنن، آدمای محجبه میان بهشون میگن که شما پس روزه چرا نمیخورین، چرا روزه خاری دارین میکنین، اصلا به تو چیه، من چی میخورم چی نمیخورم. و به نظرم این مهمه که از این اصل دفاع کنیم که آره، حق هر که حق خودشو داره، و این جدا از این که خیلی چیز ناسالمه میشه دید که تأثیراتش خیلی منفیه توی سطح جامعه. مثلا مثال های زیادی هست، یه دکتر مثلا توی هند اجازه داد یه کسی بمیره به خاطر این میگفت من روزه دارم میگیرم و نمیخوام دست بزنم به این کارگری که زیادی کثیفه و نمیخوام روزم رو بشکونم. از این کارها توی کشورهایی که اسلام زده است فراوونه. توی عربستان مقدار خیلی زیادی جرائم رانندگی زیاد شده به خاطر آدم ها عصبانی هستن، غذا نخورن برای ساعتهای مختلف. تو اون گرمایی رو که تو عربستان سعودی وجود داره دعوا و کتککاری فراوون متاسفانه. دقیقاً. یا مثلا تو فلسطین گفته بود، یه قاضی گفته بود که من اجازه نمیدم طلاق تو این ماه صورت بگیره به خاطر اینکه آدم ها اینقدر گرست نشونه اسمایی ناروی اجتماع بگیرن. ولی توی جاهایی رو که جنت اسلامی نیروی دولتی ندارن، جدا از اینکه اونا رو باید محکوم کنیم و به شکل علنی تو جوامع خیلی کشورهای مختلف اعتراضات شروع شده،
تو ایران در تو توییتر و اینکه چرا مردم حق دارن غذا بخورن و اسلام و اسلامیت نباید تو زندگی مردم دخالت بکنه فراوونه. توی تونس بازداشت میشن آدم ها. مثلا تو تونس 4 نفر بازداشت شدن برای 1 ماه زندانی و تو ایران هم همیشه هر ماه هست این اتفاق و فکر کنم توی تونسه که 11 ژوئن این ماه هفته دیگه یه تظاهرات هست در دفاع از روزه‌خواران و ما هم توی لندن مثل سال گذشته تظاهرات داریم میذاریم جلوی سفارت‌های مختلف عربستان سعودی، مصر، همه جاهایی که تونس، جاهایی که روزه‌خواران رو میگیرن، جمهوری اسلامی ایران، سفارت خونه هاشون داریم روزه‌خواری میخونیم، شراب میخونیم و غیره. در همبستگی با کسایی که تحت فشار و زندگیشون رو سیاه کرده جمهوری اسلامی و جنایت اسلامی و اهمیت داره که به شکل علنی در سطح جامعه حق مردم رو به رسمیت شناخته بشه. و این داره رشد میکنه، جنبش قوی روزخاری علنی مهمه که ازش دفاع کنیم. ازش دفاع کنیم. آره. و فقط یه چیزی به بینندگان بگم، سال پیش که رفته بودیم جلوی سفارت خونه ها که روزخاری کنیم، تنها سفارتی که پلیس رو صدا کرد جمهوری اسلامی بود. وقتی که پلیس اومد بهشون گفتم که مگه بهتون چی گفتن که یه سری آدما اون بیرون وایستادن دارن قضا میخورن و شراب میخورن، انگار این که مثلا توی انگلیس هم این جرمه. خیلی جالبه و این من اصلا نشون میده که عمق توحش قوانین اسلامی چقدر سطح عمومی زندگی مردم رو سیاه میکنه. زنده با در و در زنده با روزه‌خواران و همه کسانی که در همبستگی با کسایی که تحت فشار و شکنجه و تنبیه جنایت اسلامی تو سراسر دنیا هستن. زنده با. It's a great pleasure to have you with us today. I wanted to ask you about your Congress. This is the 3rd Congress Dabran is holding. What's the slogan? I think religion for the individual, democracy for all. Can you explain that, please? Yeah, the 3rd conference of Dabran platform, it will be start today. And the slogan is, as you said, religion for individual and democracy for all. In these societies, in these closed societies, as you know, we have got religion in everywhere. Everywhere we will use religion to explain our life, to do what we need to do in our life as well. In this conference, we will try to discuss some of these notions in terms of explain or to critic all the contribution of religion in everywhere in our life. That's the main aim of this conference. And tell us a bit about the Dabran platform. It sounds very, you know, exciting and something really important, not just for Kurdistan, but for the world. Yes, we want to contribute in a world a new vision about religion as well. We have got many delight guests here and they will transfer the experience with the radical Islam or radical religion everywhere in the world, and we will try to take place in the world new vision or new notion towards religion and towards radicalism, towards fundamentalism and all of the religions as well. It's not just Islam, it's not about just Islam, it's about religion and our life. You mention the term enlightenment a lot in Dabran platform, and some will say the enlightenment is a Western concept, it's not applicable to the Middle East. Yeah, the enlightenment concept, however, it's it comes from Western society or Western culture, but we will try to transfer it, convey it in a new concept or in a new context. Exactly. The new context is how we can use all of these terms, notion, concepts in our society in the Middle East as well. We have got many thinkers, many people who have a very good relationship with these concepts and with these terms, and they will try to translate all of these things, all of these thinkers'
view to our society in Middle East and in Kurdish society in particular. The other thing that's very clear when you look around Sulaymaniyah is this idea that secularism is so important here as well. Can you explain that? The secularism as a term, it has been discussed in our society in the last two decades. It's not new for the Kurdish society because one of the great party here, which is Patriotic United of Kurdistan, they will try to discuss this term and moreover some of the other communist parties as well. They will try to discuss this and to bring this in our society. In Sulaymaniyah, as you see, because they name it the capital of culture in Kurdistan, most of the people here, they are intelligent people, and they will try, these people try to show the world they are deserve to be in this city, they are deserve to be in the capital of culture in Kurdistan. For that, we can see a variety of people here. Secularism will be the main slogan of the city, and after that we can find all of the believers here because it's an open society and the city tries to show the world how we can live together, how we can be together. That's the main point of the Sulaymaniyah city. What sort of support can people outside give to Dabran platform and to secularists and the enlightened here in Kurdistan? The sort of support people can give here to this, to the Dabran platform and to people here? Yeah. All the people who are working here in the platform, Dabran platform, there are people coming from the academic sectors, there are people coming from the other type of work here in Kurdistan. And out of this, we have got many politicians who tries to support us, who tries to convey our message to the others. And these politicians are people who maybe have got their allies, they have got their fans, and all of these, all of their speech will affect the society, will affect a group of peoples. And most of these mechanisms, which we plan to use it in Dabran platform, will go to support the Dabran strategy to convey the notion of enlightenment, the notion of secularism to the other people. We are just not trying to stay inside the narrow society of intellectual people. They will try to convey these to the whole society, from the street man to the academic man as well. For that, we need support from outside the world. We need support from politicians, from religions, from everywhere, everyone who can support this, because we want to live in peace. We need peace in this Middle East area. As you know, we experienced a lot of wars, and we have experienced a lot of violence in the name of God, in the name of religion. For that, we will try to get support from everywhere. Okay, thank you so much. Thank you. Thanks. یتسک یوسف خاخام عالی اسرائیل، ایشون گفتن که آیت الله از آیت الله عظمای اسرائیل میشه، همون دقیقاً میشه. دقیقاً اوکی. ایشون گفتن که زنانی که سکولار هستن مثل حیوانن و ایشون گفتن که اگر که یه زنی هست که داره آواز میخونه، سری سربازای اسرائیلی که مذهبیان میتونن عینکشون رو بردارن. چرا این کار رو بکنن؟ معلوم نیست. اگر صدای زن رو داری تو گوشات میشنوی، عینکتو برداری، چه ربطی؟ مثلا هیزی بشه، متوجه نشی. آره، متوجه نشی. بعد گفته که چیزه، وقتی که ایشون هم همین کار میکنه، وقتی که میره مثلا مراسمایی که دولتی هستن برای مثال، و میبینه که یه زن داره آواز میخونه، سری میاد یه کتاب
لطفا یه کتاب بردار به همه بینندگان نشون بده. کتاب میذاره جلوی صورتش که نشون بده به همه که داره گوش نمیده. خودش این کارو میکنه ها، یعنی به عنوان یک جزء رهبر آیت الله خاخام اعظم اسرائیل. این فقط احمقیت و فتواهای دیوانه و احمقانه فقط به اسلامی ها نیست، فکر کنم یهودی ها هم دارن این کارا رو، نه؟ خیلی دارن. خاخام اعظم احمقانه، احمقانه. بعد از 52 روز اعتصاب غذا، آتنا دائمی اعتصاب غذاشو شکوند و این خبر خیلی خوبیه، به خاطر اینکه آتنا دائمی واقعا یک کسیه که برای همه مردم ایران اهمیت بالایی داره و مهمه که جان سالم به در بیاد و به زودی آزاد بشه از زندان. آتنا دائمی در این بخش از کارش پیروز شد و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، خواهرش آزاد کرد که دستگیر شدن بدون هیچ دلیلی، فقط به خاطر فعالیت‌ها و نظرات آتنا دائمی. امیدواریم که آتنا دائمی به زودی آزاد بشه و هیچ دلیلی نداره که تو زندان باشه. امیدوارم که از برنامه این هفته ما خوشتون اومده باشه. این پایان برنامه ماست، تا هفته دیگه امیدوارم که روزها و شب‌های خوبی داشته باشیم. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.